بحث نزدیکی عربستان و آمریکا هم مطرحه. تا چه اندازه به هر حال احتمال میدید که این توافق به همکاری اقتصادی بتونه منجر بشه و به جنگ یمن به واقع پایان بده و بتونه اساساً دوام داشته باشه؟ خب این سوال خیلی بزرگیه. ببینید جمهوری اسلامی قبلا هم این کارو کرده. ما در دهه 80 میلادی هم میدونیم تنش بین ایران و عربستان بود، بعد روابط بهبود پیدا کرد و بعد دوباره خراب شد. این دفعه آخر که روابط خراب شد، ما هنوزم بعد 7 سال که به سفارت عربستان در تهران حمله شد، هنوزم دقیقاً نمیدونیم کی این حمله رو کرد. یعنی بیشتر مطبوعات میگن که حامیان آقای که امروز رئیس مجلس هستن، آقای قالیباف این کارو کردن، ولی هنوزم واقعاً ما نمیدونیم، شفاف نیست کیاد به سفارت عربستان حمله کردن. منظور من با این حرف اینه، اگر جمهوری اسلامی فردا دوباره بخواد در حالا یه حمله دیگه به سفارت عربستان بکنه یا چند تا عربستانی رو نمیدونم کتک بزنن، اینا دوباره ما برمیگردیم به همون وضعی که قبلا داشتیم. این الان در حال حاضر یک موقعیتی ایجاد شده که الان ایران میتونه واقعا خودش رو نه فقط به عربستان، به تمام منطقه نشون بده که بله اون کارهایی که ما قبلا میکردیم، خرابکاریایی که میکردیم، ما فهمیدیم که اشتباه است و یه سمت دیگه میخوام بریم. اگر ایران واقعا بخواد از این موقعیت استفاده کنه، ایران هم میتونه بگه منم، یعنی کشور ایرانم به فکر بهبود اقتصادم هستم. متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ وقت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشورش نداشته. عربستان امروز حرف اولش براش اقتصادشه. اینا برنامه‌های بزرگی دارن، برنامه مثلا 20-30 میخوان سرمایه‌گذاران خارجی رو بیارن، میلیاردها دلار میخوان سرمایه‌گذاری کنن در توریسمشون، در خیلی بخش‌های اقتصادشون. حالا باید دید که آیا این قرارداد بین عربستان ایران یه به قول معروف برای ایران هم ممکنه این افکار جدیدی در درون نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنه.